ایجادیات کاری عموم است که هر کسان را در علاهیدگی انجام می دهد. اجازه ایجاد امروز از ایجاد پرایجاز هنرمند محبوب، نقش‌آفر ماهر ساحه کینو و تئاتر، بانوی هنر ماه پیکریارو و قصه می کند که شادیم از حضورتان، خوش آمدند. تشکر. خب، نخست می خواهم دانسته باشم که هنرمند بودن آسان است یا مشکل است؟ چگونه باشد هنرمند بودن؟ البته هنرمند بودن خیلی دشوار است، مشکل است، چون این یک مکتب گویم حیات است. بله. یک مکتب حیات رو میگذاری با اون معنی که از حیات دیگر رو سنجش میگیری، از حیات دیگر رو وقیف میشوی و هنرمند بودن برای هنرمند شدن این مهنت های زیاد لازم است، کتاب خوندن لازم است. خب اصلا وقتی که هنرمند خواهد که او رو مردم اعتراف کند و استعدادی او رو دوست دارند و همچون شخصیت او رو بپذیرند، اصلا باید دلی صاف داشته باشد، دلی پاک داشته باشد و خاکساری هم فکر میکنم خلال نمیرساند. سلامت باشید. اصلا میگویند که زندگی خودش یک صحنه هنر است و همه ما در اونجا نقش آفریم، ولی گمان میکنم برای زندگی شایسته کردنم هنرمند خوب بودن لازم. خب نظر شما در این اندیشه؟ البته میدونید من با چندین هنرمندان بزرگ همکاری کردگی هستم و تا حال همکاری دارم و از هر یکی آنها برای خود همچون هنرمند یک چیزی رو پیدا میکنم، میآموزم و وقتی که من استعداد آنها رو میبینم، وقتی که زندگی آنها رو میبینم، کوشش و تلاش میکنم که تا به همون قله ها برسم. چون میدونید در این دور زمان ما که دوری عصر 21 است و جوان های ما کوشش و تلاش دارند با اونی که با تکنولوژی نو سر و کار داشته باشند، ما هم هنرمندان در چنین عقیده هستیم که باید پیش رویم نه عقب. و این گویم اگر اونی که از آن همون بزرگان من می آموزم برای خود و فکر می کنم که کمک آنها با من همچون هنرمند تاثیر خودش رو هم می رساند. سلامت باشید. خوب می دانم که در زیاد اثرها نقش آفریدید، هم در ساحه کینو و هم در ساحه تئاتر، ولی خواه نخواه یک یا دو نقش در دل زیادتر نقش بسته. می خواهم دانسته باشم که کدامین از نقش دوست داشته؟ در تئاتر نقش دوست داشته من از روی اثر چنگیز ایتماتوف برهانی، نقش مادر نایمان اونا که بهت باور کنید اون نقش رو خیلی هم دوستش میدارم و ارزوی اون رو دارم که باز هم اون نقش رو در صحنه تئاتر آفرم، چون یک مدتی میشود که این نمایش در تئاتر مون رفته ایستاده است. و در فیلم باشد میدونید از فیلم گفته نمیتوانم، چون همه نقشای من در فیلم های توجی نقشای مادر هستند. ولی به همه نگاه نکرده هر یک نقش خودم رو من دوست میدارم، چون وقتی که هنرمند یک نقش نو رو میافرد مثل یک کودک نو تولد میشود. و برای من همه نقشایم عزیز هستند، من آنها رو همشون رو دوست میدارم. اگر نقشت رو دوست نداری و آن رو صمیمی بازی نکنی، خودی همون حالتی تو از اون بیرون می شود. بله. و تماشابین هم با تو باوری کامل پیدا نمی کند. برای همین نقش دوست داشتم البته نایمانون است. وقتی که پرده ظلمت عقل و هوشیت رو فرا می گرفت و آخرین خاطره هایت به بازگشت دور می گشت، وقتی که به خود می پیچیدی و فریاد می زدی، از خداوند مرگ طلب می کردی و از آسمان پناه می جستی، ایا آن روز جانی مادر با درگاه خداوند لعنت نخواندی که در عالمی که خود آفریده است تو را تنها گذاشت؟ وقتی که پرده ظلمت عقل و هوشی تو را فرا میگرفت و آخرین خاطره هایت به بازگشت دور میگشت، وقتی که نگاه چشم مادر، ایا آن روز جان مادر با من لعنت نخواندی که زمان جرأت کرده تو را برای چنین روز به دنیا آوردم؟ هرچی بود ما میتوانیم انتخاب کرده اتون رو به حکم ذوق حواله بدهیم. ذوق؟ بله. من کسب خودم رو به نهایت سخت دوست میدارم.
و بسیار وقتا با شخصان هم بحث میکنم که نسبتی که هست به من حرمت و احترامشون زیاد باشد و اون وقتی که تماشابین ما و تالار بارید میشوند و در وقتی نمایش تو با تمامی صمیمیت عشق میریزونی و با تمامی هستی وجود خود خود رو میبخشی و وقتی که از تالار صداهای ناقدر خوب میآیند ما رو رنجور میکنند ولی برای هوای من این کسب خود رو ذوق حساب نمیکنم این کسب است و ببینید یک شعر هست که ما زنده به آنیم که در صحنه بمانیم نه قصه نه افسانه همینیم و همانیم بازیگری هر صحنه نه بازیگری دنیا هرچند که دنیا بیاید به تماشا گفتیم و شناندیم و نشستیم و نشاندیم شدیم که در صحنه و در یادی تو ماندیم هر بار به رنگ و به نقشی که تو دیدی این زندگی ماست که تو دیدی و شنیدی سلامت باشه بهترین خوش ماه پیکر در چی نظر باشد در سینما بیشتر بازی اکتور موثر است یا در صحنه تئاتر فکر می کنم هر دو چون سینما زیاد به حالت درونی و باطنی توجهش زیادتر است یعنی وقتی که تو رو در سینما میبینن در اکرانی بزرگ تو رو میبینن اون چشمانی تو اون میمیکایی که تو داری اون حالتهایی گویم بگذار فاجعه باشد خنده باشد عشق و محبت باشد اون در سیمای تو در اکران روشات معلوم میشود ولی در تئاتر در تئاتر هم هست این حالت ها ولی در تئاتر تو میتوانی کمی هم فریب دهی کمی هم باشد میتوانی فریب دهی با اون معنی که وقتی که تو نقش میوفری در اونجا حالتت میتواند دیگرگون باشد ولی تماشابین رو فریب کردنم میتوانی یعنی من نمیتونم گفت که تماما کلی تماشابین رو ما فریب میدیم نه میشه من حالت هایی که هنرمند یکی سخنهایش رو فراموش میشود میشود حالت هایی که میزان صحنه یکی بود میزان صحنه رو فراموش میکنه و از این همه برامدن در کار با پورگی و باید با منطق از این حالت برای برای هوای فرقیتشون هست یک دو روز پیش من با یک کارگردان سینما صحبت داشتم که او کارگردان از مکتب امریکا رو خونده است اومده است اینجا فیلم بنور گیرد و وقتی که ما رو دعوت کردن برای گویم سنجیش برای یک نقص و من سخنهایم رو دادن گفتن مرحمت گفتم اخی اقلا یک مدتی تیر که من تیار شوم با من گفت مدتی شما در کار نیست من میخوام که حاضر شما همین سخنها رو بخونید و حالت شما رو من باید ببینم خب ما بحث طولانی داشتیم بحث ما هم در آن همین بود که تئاتر دیگر است سینما دیگر است او با من میگفت در تئاتر میگوید شما تماشابین رو در نزد تماشابین بازی میکنید شما میتوانید او رو فریب دهید ولی در سینما فریب کردن عموما نمیشود زیرا نوار بردارها بله بله چون نوار بردارها هر لحظه میجه زدنی تو رو تبسمی تو رو تمام این میدونید کاستی و خوبی تو رو میتوانن به نوار گیرن و روی اکران پیشنهاد کنن پس در صحنه چی موقعی بیشتر داشته باشد هنری اکتیور اثر یا مهارت کارگردان من در نظر دارم در صحنه تئاتر فکر میکنم در صحنه تئاتر اول اثر اساس است و وقتی که اثر اثر خوب است هنرمندم در آن اثر با بازی خود با رفتار خود با اون من تمام همون صنعت هنریش میتواند که قائل گرداند اگر اثر اثر خوب باشد و کارگردان خوب هم باید باشد و البته هنرمند چون کارگردان به هنرمند هیچ است بله هنرمند میتواند یک کاری بکند کاری مستقلانه خود میتواند پیشنهاد کند ولی کارگردان به هنرمند با استعداد و اصیل گوییم که هنرمندی که تمام هستیش رو به این جدا میبخشد نمیتواند
خوش نقشی که ماه پیکر زیاد ارزوی آن نقش رو بازیدن دارد کدامین باشد؟ فرخ جان میدونید چندین بار چنین سوال آمده بود و این ارزوی دیرینه من است. ارزو دارم که در برای تاریخی تاجیکون در همه جا من این گپ رو میگویم در برای تاریخ تاجیکان یک فیلمی بگذار سلسله فیلم باشد، بگذار فیلمی بزرگ هم باشد و بگذار تمامی جهان تاریخ تاجیک رو بدونن و میخوام در آنجا یک نقش شاید کم باشد بزرگ باشد ولی نقش ملکه رو ببازم. این ارزوی من است. سلامت باشید. شما زیبنده هم هستید برای این نقش. تشکر. زیرا که واقعا مخلصان زیاد هم دارید. تشکر. تماشابین شما رو علاقه دوست می دارد. خب همکاری با دیگر تئاترهای وطنی چگونه است؟ مثلا بود صحنه هایی که در آنجا نقش آفری رو خواستن که شما رو بینن در همون نقش و دعوتتون کرده باشن. بود من حضرت شما با میگویم این یک 5-6 سال پیش بود. اون وقت در تئاتر لاهوتی کارگردان برزو عبدالرزاقوف کار میکردم و ما رو دعوت کرده بودن، ولی از اون از سببی که کارهای من به نهایت زیاد بود در ایجودیات من نتوانستم اشتراک کنم، ولی ببینید تا حال با تمامی کارگردان های تاجیکستان من همکاری کردم بغیر از برزو عبدالرزاقوف. شاید خفه شدن؟ نه، از این خفه نیستن، فکر میکنم خفه نیستن و اینم یک ارزو و یک خواهش من هنرمند هست که با چنین شخصی که در حقیقت کارهای خیلی هم خوب دارن در همکاری داشته باشم. خب نظر خانواده چگونه بود هنگام انتخاب کست؟ فرق جا میدونید وقتی که من صنف 10 رو ختم کردم اصلا من ارزوی آموزگار شدن رو داشتم و بعد ختم مکتب میونه فکر میکردم که ما که سه دوگانه بودیم در یک صنف میخوندیم، هر سیمون قبول دادیم که به دانشگاه آموزگاری داخل میشویم، ولی همین طور شد که ما رو با دستگیری هنرمندی مردمی تاجیکستان تاقای مراد روزیقف پدر و مادرم انتخابی ما رو خودشون معین کردن و با مسکو با خوندن روان کردن. سال یکم البته دشوار بود چون دختره که یوش از این از مسکو تصور داشتم از شهر مسکو چون در تلویزیون می دیدم، ولی وقتی که با چشم خود می بینی این تماما دیگر است. و سال یکم با من خیلی دشوار بود چون عموما گویم در فکرم نبود که من هنرمند باید شوم، ولی همه خیلی شد که بعد یک سال با دستگیری همکارسان خود با دستگیری استادانم به این کسب زیادتر توجه هم زیادتر شد و تا آخر همین کسب رو انتخاب کرده اومدم. سلامت باشید. خب در بندوبست و تهیه کدام صحنه امروز سرگرمی کار هستی؟ در تئاتر ما کارگردان نازیم ملیکف از شاهنامه فردوسی در برای زهاک یک اثری خودش نویس و این اثر اوکه اثری نیز ما کار کرده استودایم و با بزرگان تئاتر یعنی آنها هم یک اثری گرفتند که اون رو در وقت جوانیشون مونده بودن آن نام داشت سخنی و پسین. آنا با آنها هم همکاری داریم و اون اثر آنها حاضر نام دارد عشق خونین مادر و ببینید عجیبیش در چی است که نازیم ملیکف کارش دیگر است چون جوان است و دیدی خودش رو دارد و وقتی که ما از این تمرین میبریم با تمرین بزرگا و با بردیم بایف نرمند مردمی کار میکنیم که همین اثر رو روی صحنه موندنیان و عجیبیش در آن است که با آنها کار کردن برای من میدونید در حقیقت لحظه های شیرین است چون این شخصیت ها بسیار نموندند و وقتی که آنها یک چی رو میگوین یک چی با تو میگوین من در چشم آنها رفتاری میدونید مثل کودکو هستند و شیرینی برای من و با آنها همکاری کردن این برای من همچون هنرمند یک افتخار است چون میگویند که وقتی که تو با چنین شخصیت ها کار میکنی
و این به هر کس میسر نمی شود و من از این فخر میکنم و فکر میکنم که همکاری من با بزرگوی تئاتر و با نازیم ملکف به خوبی به انجام میآید و فکر میکنم تماشابینم از دیدن چنین اثرها لذت میبرند. سلامت باشید. خوش میگذاریم سوی آرزوها و واقعا عجیب از زندگی چون یک آرزو عملی میگرده جویان رو حتما که آرزوی نو اشغال میکنه. و گمان میکنم با آرزوها زندگی کردن شیرین است. البته. خب چی آرزوها است در دل نهفته؟ آرزوی من خیلی زیاد هستند فاروخ جان، هم اویدی گویم ایجادیات هم اویدی زندگی خود. آرزو دارم فرزندانی بزرگم رو خاندار کنم، این آرزویم هست. آرزو دارم که کارهای ایجادی من، فیلم های نو، نمایش های نو، در آنها نقش آفرم و با مخلصان عزیز خود، با تماشابین عزیز خود باز هم زیادتر و باز هم پیشتر از این لحظه هایی که هر یک نقشی که من می آفرم آنها هم راحت کنم. و می خواستم که اصلا آرزو دارم که می دونید همچون زن مادر زندگی آسوده و آرام داشته باشم. حالا دارم ولی باز هم از جهتی گویم که می خواهم به مملکت های دیگر سفر کنم. این آرزوی من است و من در خود مقصد ماندگی هستم که با چهار مملکت باید حتما سفر کنم تا پیر شدنم. کدام مملکت میشه؟ یکیش فرانسه است، دیگریش هندوستان است، سومیش ونیسیا است و چهارمینش این ایتالیا. سلامت. این چهار مملکتی که ببینید تاریخ خود رو دارد. من که از کمی از تاریخ آنها گواهی دارم و میخواستم با این مملکت ها سفر کنم. این آرزوی دیرینه من است. اصلا آرزوها زیاد هستند. میگویم که آرزو نکن، عمل کن. بله. و من کوشش کرده استادم، شکرانه میگویم از همش و کوشش کرده استادم که عملم زیادتر باشد و تماشابین خود را با کارهای خود باز هم گویم اگر در حیرت مونم و باز هم مخلصانم زیادتر باشن و من همه آنها رو دوست میدارم. سلامت باشه. خب من هم همچون یک مخلص شما رو دوست میدارم. تشکر. این رو از نامی تمام مخلصان میگویم. با امید عملی شوی آرزوهای نیکی شما، زیرا که چون میگن نیک نگریم حتما به نیکی میرسیم. تشکر برای صحبت. چون مکتب بزرگی تئاتری داریم، پیروزی هالو در پیش است. بله. و ما با شما برای کار میخواهیم و امید است که باز هم همین گونه روبرو صحبت می آرویم در آینده. با امید همکاری. البته. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. خب با امید نیکی روزگاری شما عزیزان تومیز بونی دیگر با شما خیر میگویم. خیر دوست داری سنتی اصیل باشید.